سلام خدمت همراهان عزیزم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. در خدمتتون هستم با آموزش ژله هندونه، نه که شکلش هندونه باشه، اون طرح و نقشش مثل هندونه باشه که به درد شب یلداتون بخوره. قالبی که میخوام استفاده کنم یه قالب قلبی هست که یه قالب سیلیکونه. قالبای سیلیکونی رو من همیشه بهتون معرفی کردم، قالبای انعطاف پذیری هستن. اینجا من یه بسته ژله تمشک دارم استفاده می کنم، از ژله انار یا تمشک یا هرچی که رنگ قرمزی بهتون بده رو میتونین استفاده کنین. یه لیوان آب جوش میریزم داخلش و این ژله رو حل می کنم. اینو خوب مخلوط می کنیم تا حل بشه کامل این دونه های ژله. اگر بعد از اینکه خوب هم زدید و دیدید که هنوز مقداری از این دونه های ژله توش مونده، میتونید روی بخار کتری هم قرارش بدید تا این دونه های ژله کامل حل بشه. خب اینجا این دونه ها حل شده، من اینو میذارم که از این داغی و از این حرارت بیفته. حالا این قالبی رو که دارم همینجور اگر توی تصویر ببینه، یه مقدار من روغن مایع رو داخلش ریختم و با این برس تمام قالبم رو چرب میکنم، به این خاطره که بعد ژله من به راحتی از این قالب بیرون بیاد. همه جای قالب رو چرب میکنم. و میذارمش کنار تا بعد که بخوام ژله رو داخلش بریزم. دوستای عزیزم، الان یه چند دقیقه گذشته، این تقریبا خنک شده. من 2/3 لیوان شیر بهش اضافه میکنم. خوب مخلوط میکنم. و اینا الان توی این قالبی که چرب کردیم میریزم. زیر قالبم یک سینی قرار دادم، چون که قالبای سیلیکونی رو به سختی میشه جابجا کرد وقتی که داخلشون موادی چیزی میریزیم. اینا میبرم میذارم توی یخچال تا نیم بند بشه و بعد بریم برای درست کردن لایه بعدی. همراهان گرامی، اون ژله رو که گذاشتم توی یخچال، الان من نصف بسته ژله آلوورا رو ریختم توی این ظرف و نصف لیوان آب جوش رو بهش اضافه میکنم. به خاطر این هست که اون لایه قرمز باید بیشتر از لایه سفید و سبز باشه. اینم هم میزنیم تا زمانی که ژله ها خوب حل بشن توی آب جوش. بعد میذاریم از دما که افتاد، از داغی که افتاد، یه مقداری خنک شد، شیر رو بهش اضافه میکنیم. دوستان عزیزم، این ژله آلوورا دیگه خنک شده. الان من 1/4 لیوان شیر رو بهش اضافه میکنم. خوب مخلوط میکنم.
و روی این ژله قبلی میریزم. یک نکته که خیلی 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 مهم هست توی این ژله های چند لایه اینه که اگر این ژله اولیتون کامل بسته باشه، لایه بعدی رو بخواین بریزین روش، این دوتا لایه از هم جدا باقی میمونن، یعنی به هیچ وجه به هم نمیچسبن. مهمترین چیزی که شما باید در نظر بگیرید اینه که اینو امتحانش میکنید، یعنی وقتی که انگشتتون رو میزنی حالت مثل چسبندگی این داشته باشه، به این شکل، این یه حالت اینجوری کامل بسته نشده باشه. الان من این لایه سفید رنگ رو روش میریزم. و باز توی یخچال قرار میدم تا نیم بند بشه. خب عزیزان، نوبت میرسه به درست کردن رنگ سوم که رنگ سبز هست. اینجا من نصف بسته ژله لیمو رو توی ظرف ریختم و نصف لیوان آب جوش رو بهش اضافه میکنم و هم میزنم تا خوب مخلوط بشه. این دونه های ژله حل بشه. دوستان عزیزم، من این ژله لیمو رو حل کردم. الان به نظرم مقدار رنگش کم رنگه. از رنگ ژله خوراکی استفاده میکنم. قطره میریزم ببینم. خب تا همین حد کافیه. میذارم یک مقدار از حرارت بیفته تا بعد شیر رو بهش اضافه کنم. عزیزان، بعد از اینکه این حل شد، مقدار گذاشتم از حرارت افتاد، الان 1/4 لیوان شیر سرد بهش اضافه میکنم و خوب مخلوط میکنم. و روی لایه سفید رنگ میریزم. باز این باید اون حالت نیم بند رو داشته باشه، یعنی وقتی که انگوش میزنیم یه حالت ببینیم سه چسبندگی داشته باشه که این لایه بعدی بهش بچسبه. الان من این هم اضافه میکنم. و حدود 6 ساعت میذارم توی یخچال تا خودش رو بگیره. عزیزان، این ژله رو الان از توی یخچال درآوردم و میخوام که از توی قالب درش بیارم. قالبمون رو که از قبل چرب کرده بودیم، الان فقط یه مقدار با دست من اینو به سمت وسط میکشم و لبه هارم اینجور آزاد میکنم. خب ظرف روش قرار میدم و اینو برش میگردونم. ببینیم به راحتی در اومد. برای هسته هاشم از این شکلات های اشکی استفاده میکنم. این ژله هندونه زیبا تقدیم شما.
یه دسر جذاب و زیبا هست برای شب یلداتون. امیدوارم که درست کنین و لذت ببرید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد با لایک و کامنتاتون از من حمایت کنید. دوستانیم که هنوز مشترک نشدن مشترک بشن. تا آموزش بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.